بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکات. یکی از موضوعاتی که به فراخور ایام ماه محرم و دهه محرم شاید به برکت مجالس سیدالشهدا میبایست بهش متذکر باشیم و کمی در موردش تأمل کنیم، داستان اصحاب سیدالشهدا است. چه شد که این افراد به چنین جایگاهی رسیدن که در روایات داریم در روز قیامت حتی انبیا حسرت اونها رو میخورند، حتی سایر اصحاب ائمه علیهم السلام با درجات مختلفی که داشتند، اما جایگاهی که برای اصحاب سیدالشهدا در روز عاشورا در روایات ما بهش متذکر شدن، جایگاهی دست نیافتنی است. نکته مهم در این مطلب این هست که چه ویژگی باعث شد که این افراد در درگاه الهی دارای چنین جایگاهی بشند؟ به چه عملی در درگاه الهی چنین پاداشی به اونها داده شد؟ آیا به میزان علم اونها بود؟ آیا به خاطر درجات علمی و مباحث علمی که اونها داشتند؟ یا به خاطر عبادت‌هایی که اونها انجام دادند؟ تلاوت قرآنی که داشتند، نمازهایی که خوندند، چه مطلبی، چه عمل صالحی باعث شد که به چنین درجه‌ای برسند؟ به تعبیر دیگه، نقطه اشتراک همه این اصحاب در چه مطلبی بود؟ در چه ویژگی بود که همه اونها به چنین جایگاهی دست یافتند؟ همه و همه اونها در یک مطلب با هم نقطه اشتراک داشتن و اون میزان اطاعت از ولی زمان خود بود. هر آنچرا که سیدالشهدا بر اونها امر فرمودند اونها اطاعت کردند. مطلب مهمی که شاید اگر بخواهیم اصل وجود شیعه و رابطه امام و مأموم رو به طور خلاصه بیان بکنیم، در بیان همین جمله است که هر آنچرا که مولا بگوید او میشنود و اطاعت میکند، نه از مولای خیش جلو میافتد و نه از او عقب میافتد. اون کسانی که در داستان صلح امام حسن مجتبی علیه السلام به وجود نازنین حضرتش اعتراض کردند که چرا شما با معاویه صلح کردین، دقیقاً کسانی بودند که به هنگام شنیدن ندای آسمانی سیدالشهدا که هل من ناصر ینصرنی هل ذاب بنیذب عن حرم رسول الله، هیچ کدام از اونها توفیق یاری در رکاب امام حسین علیه السلام را نداشتند. اون کسانی که ادعای جنگاوری داشتند در مقابل امام حسن مجتبی، به هنگام طلب کردن و یاری کردن اونها هیچ کدامشون توفیق این مطلب رو نداشتن. چرا که اصل بر اطاعت است که اگر امام من به من بگوید که بنشینم و اگر امام من از من بخواهد که قیام کنم، نه اینکه بخواهم
آنچه را که خود صلاح می دانم، آنچه را که به نظر خودم در درگاه الهی مطلوب است انجام دهم. معروف آن چیزی است که امام می گوید و منکر آن چیزی است که امام از آن نهی می کند. تنها معیار معروف و منکر در درگاه الهی امر و نهی حجت خداست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر آنچه را که رسول به شما میگوید بگیرید و هر آنچه را که شما را نهی میکند از آن دوری کنید. آنچه را که سید الشهدا خواستن انجام دادن. ادب در برابر ولی الله باعث این مطلب شد که افرادی چون حره بن یزید ریاهی، زهیر بن قین بجلی، مسلم بن اوسجه، حمیب بن مظاهر، اینان کسانی بودند که توفیق پیدا کردند به رسم ادب و اطاعت در برابر ولی الله به چنین جایگاهی در درگاه الهی نائل شدند. نکته در ادب و اطاعت بود. اگر کسی بخواهد در جایگاه جناب حر قرار بگیرد، به لحظه‌ای که شب در آتش جهنم بوده است و فردای آن روز در بهشت قرار می‌گیرد، ندایی که جناب حر به هنگام خروج از منزل برای اطاعت امر امرای خود ندا داده شد که ای حر، تو به بهشت نزدیک می‌شوی. هنگامی که مأمور شد تا در جلوی سپاه سید الشهدا را در کربلا مسدود بکنه، باز برای خودش سوال بود که من که مورد خطاب قرار گرفتم برای بهشت، چگونه است که الان به چنین عملی امر شدم و در حال سد حجت خدا هستم؟ اما سرآخر داستان به رسم ادب در برابر حضرت صدیقه سلام الله علیها، امام حسین علیه السلام دست او را گرفتند. ائمه ما برای هدایتند، نه برای جنگاوری. ائمه علیهم السلام به دنبال فتوحات بسیار نبودند که اگر جنگی هم صورت گرفت، هدف از آن مطلب تنها هدایت افراد بوده است، نه کشتار افراد، نه به تیغ زدن افراد و نه به زور اسلام آوردن و ایمان آوردن افراد. در آن داستان معروف که جناب مالک اشتر که در سن 22 سالگی در جنگ صفین به جایگاهی میرسد که امیر لشکر امیر المؤمنین است، امیر المؤمنین خطاب به مالک فرمودند که ای مالک، جایگاه تو نسبت به من امیر المؤمنین همانند جایگاه من است به وجود مقدس پیغمبر اکرم. چنین فردی در چنین سنی، در حالی که تنها چند خیمه مانده است تا خیمه معاویه را فتح کند، وقتی خطاب از امیر خود، مولای خود، امیر المؤمنین می شنود که مالک برگرد، از خود اظهار نظری نمی کند که تنها چند لحظه به چند ضربه شمشیر تا پیروزی مانده، چرا که مالک می داند هدف پیروزی نیست، هدف هدایت است. در اون داستان داریم که وقتی مالک در یک لحظه در عرصات جنگ به نظرش رسید که همانند امیر المؤمنین شمشیر می زنه، در همون لحظه امیر المؤمنین به شانه مالک زدن که ای مالک، اگر من کسی را هم در این جنگ به درک واصل می کنم، در نسل او نگاه می کنم، اگر تا 8 نسل بعد از او کسی باشد که محب ما اهل بیت علیهم السلام باشه، او را نمی کشم. ولی تو مأمور به کشتن همه اونها هستی، چون این مطلب رو نمی دانی. پس اگر قرار باشد کسی با اهل بیت علیهم السلام رسم ادب و اطاعت را رعایت کنه و اندک ایمانی در قلب او باشد، از او دستگیری خواهد شد. همانند اون فردی که در جنگ به هنگام جنگاوری با امیر المؤمنین شمشیر شکست، از امیر المؤمنین طلب شمشیر کرد، حضرت شمشیرشون رو بهش دادن، تعجب کرد و آقا من دارم با شما می جنگم، از شما شمشیر می خوام، شما به من شمشیر می دین. حضرت فرمودن تو از ما خواسته داشتی، ما خواسته تو رو برآورده کردیم. لحظه سکوت کرد، به خود آمد که من با چه کسی می جنگم؟ برای چه می جنگم؟
با فردی همچون امیرالمؤمنین که دریای رحمت خداست. همه اصحاب سیدالشهدا این توفیق رو پیدا کردند و در گفته‌های خود این مطلب رو اظهار کردند. خطاب به امام خود که اگر ما بارها و بارها کشته شویم، جنازه ما را بسوزانند، خاکستر ما را به باد بدهند، دست از یاری شما بر نخواهیم داشت. آنچرا که با شما عهد بسته ایم انجام خواهیم داد. و این نقطه اشتراک باعث شد که همه اونها با درجات مختلف، با علم مختلف، با عبادات مختلف، اما چون همگی در برابر سیدالشهدا سر تعظیم و اطاعت ساییدند، خداوند چنین توفیقی رو نصیب اونها کرد. هنگامی که لشکرهای بسیاری برای عمر سعد می آمد، سیدالشهدا خطاب به اهل خیمه فرمودند که برای ما هم سپاهی آمد. همه خوشحال شدن، از خیمه ها بیرون آمدن تا ببینن سپاه سیدالشهدا چه کسانی هستند. در اون لحظه بود که از شکاف بین دو کوه ملاحظه کردند که دو سوار به همراه دو غلامشون، جناب حبیب و جناب مسلم ابن اوسجه وارد شدن. حضرت فرمودن اینن سپاه من. برای امام تعداد افراد مهم نیست. در طول تاریخ همیشه شیعه از قلت عدد خودش نالیده، شکفه کرده به درگاه الهی، اما از اونجایی که شجره طیبه است، شجره با برکت الهی است، با همه کشتاری که نسبت او انجام دادن، اما این درخت باقی مانده است به رسم ادب و به رسم اطاعت از ولی الله. پس اگر نگاه هرچند گذرایی داشته باشیم به زندگی همه اصحاب سیدالشهدا، میبینیم که آنچرا که اونها رو موفق به این مطلب داشت نبود مگر اطاعت از ولی خود. جلو افتادن یا عقب افتادن از امام نبود، بلکه معیت با امام بود. امام بنشیند، می نشینند. امام سکوت کند، سکوت می کنند. و امام دست به غلاف شمشیر ببرد، دست به غلاف شمشیر می برند. امری که تمام شیعیان در طول تاریخ نسبت به این مطلب امر شده اند که می بایست آنچه را که امامتان از شما می خواهد انجام بدهید. در زمان ما، در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، این امر را شیعه باید بداند که منتظر امر ولی خود باشد و نخواهیم خدای ناکرده در اموری جای امام را برای خود پر کنیم. اگر مطلبی را نفرمودند، ما برای خود و از نظر خود و از منظر و دیدگاه خود مطلبی را به دین اضافه کنیم و یا از دین کم کنیم، بلکه هر آنچه را که به ما رسیده است عمل کنیم و اطاعت از ولی الله رو در دستور کار خود قرار بدهیم. از خداوند بخواهیم به برکت اطاعت از ولی الله، به برکت شرکت در مجالس سیدالشهدا، خداوند معرفت و محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو برای ما هرچه بیشتر و بیشتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب عاشورا است. امام پس از امان یاران را جمع کرده و فرمودند دور خیمه ها گودالی همچون خندق حفر کنید و در آن آتش روشن کنید تا از یک طرف درگیر باشیم و به حرم پیامبر دست درازی نکنند. یاران خارها و هیزم های بیابان را جمع کردند و در خندق انداختند و آتش زدند.
در نقل دیگری آمده که امام خیمه ها را به هم نزدیک و طناب ها را در هم کردند تا امکان نفوذ دشمن نباشد و تنها از یک سو بجنگند. در نتیجه از سمت راست، چپ و پشت سر خیمه ها محافظ هم شدند و دشمن جز از روبرو امکان درگیری نداشت. امام در آغاز شب یاران خیش را جمع کردند. امام سجاد می فرماید در آن هنگام من سخت بیمار بودم. خودم را به زحمت نزدیک کردم تا سخنان پدر را بشنوم. امام فرمودند خدا را به بهترین ثنا و ستایش می ستایم و در سختی و آرامش شکر می گویم. خدایا ستایشگر تو هم به پاس این که ما را با پیامبری محمد عزت و کرامت بخشیدی، قرآن من آموختی و دینشناس و فقیه من ساختی و گوش و چشم و دل آفریدی و ما را از مشرکان قرار ندادی. باری من یاران و همراهان وفادار و بهتر از یاران خودم و خانواده نیکوکارتر و دلبسته‌تر از خانواده خودم سراغ ندارم. خدایتان پاداش نیک عنایت کند. آگاه باشید که فرجام فردایتان را با این دشمنان به خوبی می دانم. شما را آزاد می گذارم. همه با فراغ خاطر بروید که من بیعت خیش را از شما برداشتم. شب همه جا را پوشانده است. این تاریکی را مرکب راهوار خیش سازید و بروید. امام ادامه دادند هر کس دست دیگری یا یکی از مردان ما را بگیرد و در این تاریکی شب بروید و مرا با گروه دشمن تنها بگذارید که آنها جز مرا اراده نکرده اند و اگر بر من دست بیابند از پی شما نخواهند آمد. پس از خطبه امام و دعوت به بازگشت خون غیرت در رگ یاران جوشید. پس یکایک برخاستند و اعلام وفاداری کردند. نخستین کسی که سخن گفت ابوالفضل العباس بود. وی برخاست و گفت به خدا قسم هرگز چنین نخواهیم کرد. خدا آن روز را نیاورد که بعد از تو زنده باشیم. دست از تو بر نمی داریم و ایثار جان در راه تو را سعادت و کامیابی می دانیم. پس از وی دیگران برخاستند و سخن گفتند. امام سجاد می‌فرمایند در شب عاشورا پس از آزمون ابا عبدالله و اعلام وفاداری یاران امام فرمودند سر بردارید و به جانب آسمان بنگرید. یاران سر برداشتند و منازل خیش را در بهشت مشاهده کردند. حضرت یکی یک یاران را صدا می‌زدند و جایگاه هر کسی را در بهشت به او نشان می‌دادند. شوقی عجیب یاران را فرا گرفته بود، به گونه ای که روز بعد همگان زخم تیر و نیزه را مرهم سینه خیش می دانستند. آنها با مشاهده رحمت پروردگار و نعمتهای بهشت و وصل محبوب بیتاب لحظه. صبر کن، لاله زهرا بویدن دارد، پنجره پرخون بوسیدن دارد، ساربان آرام. صبر نکنه ای صبح تولو، آنچه باید جرعه جرعه نوش کنی و مست حیرتش شوی. کرشمه حق است در لباس خون. وقتی جماعتی به روی امام زمانشان تیغ می کشند،